أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون حضرت امیر المومنین ایادہ اللہ تعالی بنصر العزیز پس از خواندن شهادتین و استعاذه و سوره فاتحه آیه استخلاف را تلاوت فرمودند و ترجمه این آیات آن است که از میانتان به آن کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته ای انجام دادند خداوند متعال وعده داده است که آنها را به طور حتم در روی زمین خلیفه خود می سازد چنان که پشینیانشان را ساخت و به خاطرشان دین آنان را که برای آنها پسندیده است به طور قطع تمکین و قدرت عطا می کند و ترسشان را همانا به امنیت و اطمینان خاطر تبدیل می کند که و آنها فقط مرا می پرستند و هیچ کسی را انباز و شریکم قرار نخواهند داد و کسی که پس از این هم ناسپاسی کند همین آن مردمند که نافرمانند نماز را بپا دارید و زکات بپردازید و از پیامبر اطاعت کنید تا مشمول رحم شوید. دیروز 27 ماه بود که ما آن را روز خلافت می نامیم و به مناسبت این روز بر این موضوع جلسات و همایش ها نیز برگزار می شوند تا ما از مسئولیت های خود مربوط به تاریخ جماعت احمدیه و خلافت آگاه باشیم و پس از بیعت با خلافت و وظایف خود را انجام دهیم تا همواره مورد افضال و الطاف خدا قرار بگیریم. خداوند متعال به ما لطف داشته است که ما
به فرستاده عصر حاضر او ایمان آورده ایم و خدا او را بین ما مبعوث کرد تا تعالیم حقیقی اسلام را تعریف کند و سپس به لطف او با خلافت بیعت کرده ایم تا هم طبق آن تعالیم که حضرت مسیح موعود علیه السلام دادند عمل کنیم و هم آن را در جهان نشر دهیم. پس پیوستن به خلافت به دوش هر احمدی مسئولیت بسیار خطیری می گذارد، چنانچه ما این مسئولیت را ادا کنیم تنها در اون صورت می توانیم حق اون لطف خدا را ادا کنیم که او به ما داشته است. در این آیاتی که تلاوت کردم خداوند متعال قول تمکین و جایگزینی ترس به امنیت خاطر داده است، اما آن مشروط به این است که ایمان قوی داشته باشیم و اعمال شایسته انجام دهیم و حق عبادت را ادا کنیم. هیچ کسی را با خدا شریک ندانیم، هیچ نوع شرک در وجود ما نباشد و برای حصول این موارد عبادت خدا و نماز بسیار ضروری است و برای عبادت روشی که خداوند متعال تعلیم داده است باید طبقی آن نمازهای خود را ادا کنیم. انفاق در راه خدا نیز بسیار ضروری است، پس در راه او خرج کنیم و اطاعت از پیامبر هم بی نهایت ضروری است، لذا هر دستور آن حضرت را باید بپذیریم. پس هنگامی که ما این امور را به خاطر خواهیم داشت و تلاش خواهیم نمود که زندگی خود را مطابق با آن سپری کنیم و تعهدی که داده ایم که دین را بر دنیا اولویت خواهیم داد به آن خالصانه عمل بکنیم، آنگاه از پاداش های خداوند متعال نیز نصیبی میبریم که خدا وعدش فرموده است و در این صورت از انعام خلافت نیز فیض حقیقی میبریم. پس این آیه برای مؤمنان مژده بسیار بزرگی در بر دارد، اما همزمان بسیار جای نگرانی نیز هست، زیرا اگر به شروط آن به طور کامل عمل نکنیم در آن صورت نمی توانیم از این انعام به طور حقیقی فیض ببریم، چنانچه اعتنایی به ادای نماز و زکات و حق الناس نباشد آنگاه چنان که گفته شد نمی توانیم رحم و فضل خدا را جذب کنیم. پس ما دامی که عبد حقیقی نمی گردیم و از نمازهای خود محافظت نمی کنیم و حق بندگان و حق خدا را رعایت نمی کنیم، فقط آگاهی پیدا کردن از تاریخ خود و برگزار کردن روز خلافت کافی نیست و برای ما هیچ فایده ندارد. پس نیاز است که خود را محاسبه کنیم که وضع ایمان ما چطور است و حق بندگان و حق خدا را رعایت نمی کنیم. فقط آگاهی پیدا کردن از تاریخ خود و برگزار کردن روز خلافت کافی نیست و برای ما هیچ فایده ای ندارد. پس نیاز است که خود را محاسبه کنیم که از که وضع ایمان ما چطور است. آیا بیم و ترس خدا را داریم؟ آیا
راه های ظریف تقوا را می پیماییم، آیا خدا را بیش از هر چیز دیگر دوست داریم؟ آیا از خدا و پیامبرش به طور کامل اطاعت و فرمان برداری می کنیم؟ و سپس نگاهمان به عملمان باید باشد که آیا هر عملمان مطابق با تعالیم حقیقی اسلام هست؟ نگونه در اعمال ما از روی ریا باشد، نمازهای ما از روی ریا باشد، انفاق کردن و زکات دادن از روی ریا باشد، روزه های ما از روی ریا باشد، مبادا برگزاری حج ما به خاطر این باشد که حاجی خوانده شویم. اطاعت کامل و از خدا و پیامبرش آنگاه به عمل می آید که عملمان فقط و فقط برای جلب رضایت خداوند متعال باشد و فقط در این صورت اطمینان قلبی و امنیت خاطر دست می دهد و این چنین جامعه فقط آنگاه زیر سایه خلافت برقرار خواهد شد که هر عمل ما حقوق خدا و حقوق بندگان را به جایی بیاورد. پس سخنان نباید باشد، بلکه این فرمان خدا همواره بایستی مد نظرمان باشد که آن مؤمنان از این نعمت فیض میبرند که اعمال شایسته داشته باشند. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می فرمایند خداوند متعال در قرآن شریف در کنار ایمان عمل صالح را نیز قرار داده است. عمل صالح به آن عملی می گویند که ذره هم فساد نداشته باشد. به خاطر بسپارید که دزدها همواره به اعمال انسان حمله می کنند، آن کدام عملات است و این کدام دزدهاست؟ آن ریاکاری است، یعنی انسان برای ریا عملی انجام بدهد. سپس عجب است که اگر انسان نیکی کند در دل خود بسیار خوشحال می شود که من نیکی بزرگ انجام دادم و از این قبیل بدی های گوناگونی است که گاهی اوقات آدم حتی متوجه آنها نیز نمی شود و آن گناهانی است که او مدام مرتکبش می شود و از این طریق اعمالش باطل می شود و عمل سال آن عملی است که حتی فکر ظلم و عجب و ریا و تکبر اطلاف حق مردم هم به ذهن خطور نکند. این عمل سال است، چه برسد که مرتکب آن شود؟ وقتی گمان بدی ها نیز به دل راه نیابد، آنگاه مؤمن حقیقی و عامل به عمل صالح می کردیم. آن حضرت افزودن چنان که در آخرت انسان به عمل صالح از عذاب مسئول می ماند، همینطور در دنیا نیز محفوظ می ماند. آن حضرت و مدد چنان چه در خانه حتی یک نفر هم باشد که درای عمل صالح است، به سبب او تمام افراد خانه مسئول می مانند. پس بدانید که مادامی که عمل صالح نباشد، فقط ایمان آوردن سودی نمی دهد. پس کنار ایمان عمل صالح شرط بسیار ضروری است. سپس آن حضرت فرمودند عمل صالح تیپ که پیشنهاد و قرار داده ما نیست. آنطور نیست که چون ما گفتیم که این عمل صالح است پس عمل صالح است، هرگز. بلکه اعمال صالح در حقیقت آن است که آری از هر نوع فساد باشد، زیرا فساد متضاد با صالح است، چنان که خدا آنگاه پاک و طیب است که نه پخته باشد و نه سوخته و نه دارای جنس ناقص، بلکه چنان باشد
که بلا فاصله پس از وارد شدن به بدن جزو آن گردد. پس آن غذا طیب است که هیچ نوع کمی و خواستی ندارد. همین طور ضروری است که عمل صالح نیز هیچ نوع فساد نداشته باشد، یعنی آن مطابق با دستور خداوند متعال باشد و سپس طبق سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد. عملی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادن و این گونه نمونه و الگوی خود را نشان دادن و سپس هیچ نوع تنبلی و سستی در انجام آن نباید باشد، نه عجب باشد، نه ریا و نه طبق پیشنهاد و خواست خود باشد. هنگامی که اینچنان عمل باشد آن عمل صالح خوانده می شود. عمل صالح را خودتان تشریح و تفسیر نکنید و نگویید که از آن هدف این است و مراد آن است، بلکه کلمه به کلمه به فرامین خداوند متعال و پیامبرش عمل کنید و این کبریت احمر است و این بسیار امری بزرگ است و مهم است. چنانچه به این نکته رسیدید بدانید که از وعده خداوند متعال فیض میبرید و همین افرادند که تعهد خود برای برقراری خلافت را عملی میکنند، نه آنان که وقتی اهداف شخصیشان پیش بیاید عمل صالح را خودشان شروع به تفسیر کنند، امری معروف را خودشان تشنی نمایند و منیت و انانیت بر آنها بچربد. به اینچنین افراد ادعای پیوستنشان به خلافت هیچ سودی نمی رساند، هرچند بگویند که ما به خلافت وصلیم. کسانی که خالصانه مطیع و فرمانبردار خلافت باشند فقط آنها به حقیقت با خلافت ارتباطی مبتنی بر وفا دارند و از آن محافظت می کنند و خلافت از آنها مواظبت می کند. دعاهای خلیفه وقت به همراهشان است، رنج و دردهایشان به خلیفه وقت متوجه می سازد که برایشان دعا کند. میانه و ارتباط این افراد که اعمال شایسته انجام می دن با خلافت و پیوند خلافت به آنها فقط و فقط به خاطر رضایت خداست. پس این آن خلافت حقیقی است که در آن ارتباط بین جماعت و خلیفه وقت فقط برای جلب رضای الهی است و همین خلافت است که موجب تمکین و امنیت خاطر می کردند و همین میانه و ارتباط افراد و خلیفه وقت است که هر دو را مشمول افضال و الطاف خداوند متعال می گرداند. مسلمانان دیگر هم می خواهند که خلافت را برقرار کنند، اما با تدابیر و حیله های دنیاوی، ولی این تدابیر و حیله هایشان به آنها هیچ سودی نمی تواند برساند و بدین وسیله خلافت برقرار هم نمی شود. هر قدر بخواهند تلاش بکنند، حال خلافت همین گونه خواهد بود که خداوند متعال تصمیم گرفته است. پس به سبب این امر ما باید نه تنها به شکرگزاری روی بیاوریم و در بارگاه الهی خاضع باشیم که او نعمت خلافت را بر ما ارزانی داشته، بلکه هر لحظه با داشتن بیم و ترس از ناراحتی خدا اعمال خود را به دقت بررسی کنیم که آیا
آنها مطابق با فرامین خدا و پیامبرش است؟ آیا سطح و معیار ادای حق الناس و حق عبادت ما طبق سطح و معیار تعریف کرده خداوند متعال هست؟ پس هر لحظه هر احمدی باید در سپاسگزاری این باید بگذرد که خداوند متعال بر ما نعمت خلافت را ارزانی نموده است و باید خود را محاسبه کنیم که آیا به فرامین خداوند متعال عمل میکنیم و هنگامی که با این طرز فکر زندگی بکنیم و سپس اعمال خود را نیز مطابق آن بسازیم و برای برقراری خلافت دعاها بخوانیم، آنگاه همواره وارث الطاف و انعامهای خداوند متعال خواهیم ماند. حضرت مسیح موعود علیه السلام همین به ما گفتند و خداوند به ایشان دلجوی کرده که نظام خلافت ادامه می دارد و خداوند به ایشان مژده هایی داده است. آنان به یقین حقیقت می پیوندند. اگر با به این شرایط عمل می کنیم، بنابراین در رساله الوصیت ایشان درباره نظام خلافت مفصلا ذکر کرده اند. این سنت خداست و از زمانی که وی انسان را بر روی زمین خلق کرده همواره این سنت خدا را آشکار می نموده است. یعنی او به رسولان و انبیای خود کمک می نماید و به آنها غلبه می دهد، چنان که می فرماید کتب الله لأغلبن انا و رسولی، و منظور از غلبه این است که آن طور که هدف رسولان و انبیا این می باشد که حجت خداوند بر زمین اتمام یابد و هیچ کس نتواند مقابل آن ایستادگی کند، همانطور خداوند متعال با آیات و معجزات قوی حقانیت آنها را هویدا می سازد و آن در روست کاری را که آنان میخوان در تمام دنیا اشاعه دهند بذر آن را به دست خودشان میپشاند، ولی تکمیل آن را تماما به دست آنان انجام نمیدهد، بلکه با وفات دادن آنها در زمانی که ظاهرا ترس و شکست وجود دارد برای مخالفین موجبات شادی و تمسخر و طعن و تشنیع را فراهم می سازد و وقتی آنها به خوبی مرتکب ریشکند و استهزا می شوند، آنگاه او دستی دیگر از قدرت خویش را به نمایش می گذارد و چنان اسباب و امکانات را پدید می آورد که به آنها اهدافی که قدری ناتمام مانده بودند به اتمام می رسند. ما نگاه می کنیم وقتی در گذشت حضرت مسیح موعود علیه السلام هر احمدی را نگران کرد و اغیار خوشحال شدند به موقع وفات ایشان، آنچنان یاوه گوی گفته شد که انسانیت با شنیدن اون خجالت می کشد و حرفهای بیهوده گفته شدند که انسان متحیر می ماند که کسانی که اسم خداوند و رسولش می برند تا این حد بیهوده گوی می کنند. نیاز ندارم که تمام این بیهوده گویی را بیان بکنم، اما تلاش های دیگر را بیان میکنم که چطور آنان سعی کردند که بعد از وفات ایشان جماعت را نابود کنند. آنان اخبار دروغین درباره پراکنده شدن جماعت و اینان که این که احمدیت برگشتن پخش کردند. به طور مثال مریدان پیر جماعت علی شاه گفتند که مرزایی تائب شدن و دارن بیعت میکنند، یعنی از احمدیت برگشتن و بعد از وفات حضرت مسیح موعود علیه السلام به آنان شامل شدند. حاجی حسن نظامی به احمدیان پیشنهاد دادن و مشورت دادن که احمدیان از ادعای مسیحیت و مهدویت مرزا انکار بورزند، وگرنه احتمال دارد که بدون حضور فرد منتظم شورش مخالفین را نمی تواند تحمل کنند و پراکنده می شوند. او به روش سیاسی و لهجه نرم این پیشنهاد داد. این فرد
این فرد دانا بود و به سادگی به عنوان همدرد به احمدیان پیشنهاد داد که اکنون جناب مرزا درگذشته اند و حالا هیچ کس نمیتواند از شما نگهداری کند، محافظت کند، به خاطر این احمدیت را ترک کنید و بیایید همراه ما بشوید. اما او خبر نداشت که چشمان شأن و شوکت وعده را نمیتواند نگاه بکند که خداوند با حضرت مسیح موعود علیه السلام کرده است، این که من همراه شما و عزیزان شما هستم. خداوند به ایشان الهامن فرمود، خداوند با ایشان وعده کرده و دلجویی کرد که بعد از شما نظام خلافت جاری خواهد شد و تمام وعده ها و پیشبینی ها به تکامل خواهند رسید. ایشان به طور آشکار فرمودند که جماعت انبیاء قدرت دیگر را هم نگاه میکنند، میبینند و ملحق میشوند. اینجا مثال انبیاء مطرح کرده به افراد دیگر را هم پاسخ دادند که ایمان قوی ندارند یا برخی احمدیان حضرت مسیح موعود علیه السلام ربی نمیگویند. اینجا پاسخ همین هم داده شده است که خود ایشان فرمودن که جماعت من جماعت نبی است و من نبی هستم، من رسول هستم. و ایشان فرمودن که جماعت انبیا قدرت دوم را هم نگاه میکند و شما هم نگاه میکنید اگر ایمان محکم و عمل صالح انجام میدهید. بنابراین ایشان در مورد قدرت ثانیه میفرمایند، خلاصه این که خداوند متعال دو نوع قدرت را آشکار می سازد. اول این که قدرت اول خیش را توسط خود پیامبران نشان می دهد و دوم هنگامی که پس از وفات پیامبر رو در روی بار مشکلات ایجاد می شوند و دشمنان قدرت مند می شوند و گمان می کنند حال دیگر کار گره خورده است و اطمینان پیدا می کنند که اکنون این جماعت نابود خواهد شد و خود اعضای جماعت نیز دچار شک و تردید می شوند و کمرشان می شکند و چندین نفر بدبخت به ارتداد رو می آورند. آنگاه خداوند متعال بار دوم قدرت فوق العاده خیش را آشکار می سازد و از جماعت در حال سکوت پشتیبانی می کند. پس آن کسی که تا آخرین لحظه صبر پیشه می کند این معجزه خداوند متعال را مشاهده می کند، به طوری که در زمان حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنها اتفاق افتاده. وقتی که رحلت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یک رحلت ناب هنگام متصور گردید و بسیاری از افراد بادیه نشین نادان مرتد شدند و صحابه هم از شدت غم ماندند و دیوانه ها شدند، آن هنگام خداوند متعال با بلند کردن حضرت ابو بکر رضی الله عنه بار دیگر نمونه ای از قدرت خویش را به نمایش گذاشت و اسلام در حال نبودی را نجات داد و این وعده خود را وفا نمود و فرمود ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. سپس ایشان فرمودند پس ای عزیزان، در حالی که از زمان قدیم سنت خدا همین بوده است که خداوند متعال دو قدرت خود را نشان می‌دهد تا دو شادی دروغین مخالفین را پایمال کند، بنابراین اکنون ممکن نیست که خداوند متعال سنت دیرینه خود را ترک نماید. به این خاطر شما از این سخنان که از نزد شما بیان کرده ام غمگین نشوید و دلهایتان نگران نشوند، چرا که مشاهده قدرت دوم نیز برایتان ضروری است و ظهور آن برای شما بهتر است، چرا که آن دائمی می باشد و سلسلش تا قیامت منقطع نخواهد شد. متى زمانی که من از این دنیا نروم آن قدرت دوم نمی تواند ظهور کند، اما وقتی که من از این دنیا می روم آنگاهی خداوند این قدرت دوم را برای شما خواهد فرستاد که برای همیشه با شما خواهد ماند، چنان که او در براهین احمدیه وعده داده است و آن وعده درباره من نیست
بلکه نسبت به شماست، چنان که خداوند متعال می فرماید من این جماعت را که پیروان تو هستند تا روز قیامت بر دیگران غلبه می دهم، پس لازم است که روز جدایی من بر شما فرا برسد تا متعاقبا آن روزی برسد که روز تحقق وعده جاودانی است. خدای ما نسبت به وعده های صادق و وفادار و خدای راستگوست، او هرچی را که وعده داده به شما نشان خواهد داد، هرچند که این ایام روزهای آخر دنیا می باشند. آفتهای زیادی هست که زمان نزول آنها فرا رسیده، اما مادامی که تمام گفته هایی که خدا خبر آن را داده تحقق نیابند، قطعا این دنیا بر قرار می ماند. من از طرف خدا به صورت قدرت اول ظاهر شده ام و من یک قدرت مجسم خدا هستم و پس از من اشخاصی دیگر خواهند بود که مظهر قدرت دوم خدا خواهند بود. پس شما انتظار قدرت دوم خدا گرد هم اومده و پیوسته دعا بکنید. پس ما طبق پیش بینی حضرت مسیح موعود علیه السلام و مطابق به وعده‌ای که خداوند متعال با او کرده بود از 113 سال گذشته داریم نگاه میکنیم که افضال خدا کلمه به کلمه به واقعیت میپوندن. همان مردم که بر موقع وفات حضرت مسیح موعود علیه السلام میگفتن که سرشان بریده شده است که اکنون چیزی در دستشان نماند. برخی امور ابلن در میان گذاشتم، آنها میگفتن که هیچ کس نتواند مراقبشان باشد. سپس مجله کردن نوشت که حال در اهل مرزایی چه کسی باقی مانده است، سرشان بریده شده است. بعد از آن که حضرت خلیفه اول مسیح وقتی بر مسند خلافت متمکن گشت، این نوشتن مردی که به عنوان رهبرشان منتخب شده است چیزی از دستش بر نخواهد آمد. بله، در مسجد برای شما قرآن خواهد خواند، اما کسانی که ذهنشان کور هستند چه می دانند که برای انجام همین کار بزرگ حضرت ابراهیم دعا کرد که از نسلش یک رسول عظیم مبعوث بشود و همین شرعیت عظیم است که پیامبر اکرم با آن مبعوث شده بودند. همین آن کتاب کامل و مکمل است که خوانندگان آن و کسانی که این را برای دیگران میخوانند کامگار می شوند. همین کتابی است که برای گسترش دادن تعلیم آن حضرت مسیح موعود علیه السلام مبعوث شده بودند و برای انجام دهی همین کار نظام خلافت تأسیس شده است. به هر حال وقتی حضرت خلیفه اول مسیح این حرف را شنید، فرمود خدا کند که همین کار را می کنم و من برای شما قرآن می خوانم. حضرت خلیفه اول مسیح این کار را کرد و به خوبی کرد، اما چنان که دشمن گمان می بردند که اکنون در جماعت ضعف اداری واقع خواهد شد و از هم خواهد پاشید، آنها حسرت دیدار آن را بردند. حضرت خلیفه اول مسیح فتنه‌ای را که از طرف بعضی از سران منافقین و صدر انجمن ایجاد شدند، چنان به شدت سرکوب کرد که هیچ کس جرأت نداشت که شر به پا کند. او وقتی بر مسند خلافت متمکن شد، در نخستین سخنرانی خود فرمود الان تبهای شما به هر طرف که میل دارن ناچارید که دساتیر دستورات مرا اجرا کنید. علاوه بر این، وی به یک موقع در مسجد مبارک در جریان سخنرانی باشکوه فرمود شما با فعل خود مرا چنین اذیت کردید که من در آن قسمت مسجد هم نیستادم که شما بنا کردید، بلکه من در مسجد استادیم که مال میرزایی من است، یعنی آن قسمت مسجد که ابتدا در دوران حضرت مسیح موعود علیه السلام ساخته شده بود و ای در آن بخش مسجد استاده بود، نه در آن حصه مسجد که توسط اعیانه های جماعت گسترش داده شده بود. او گفت من حتی در آن قسمت مسجد هم نمی‌ایستم، من در قسمت اصلی مسجد استاده ام که در دوران حضرت مسیح موعود علیه السلام ساخته شده بود یا ابتدا بود، بعدن گسترش نداده شده بود. و فرمودن تصمیم من این است که خلیفه
مطاع قوم و انجمن هر دو است. و این هر دو خادم هستند، یعنی انجمن و فرمانبران تمامشان خادم هستند. انجمن مشاور است، به عنوان مشاور از انجمن مشاوره گرفته می شود و این مشورت ضروری هم است. همین طور فرمود کسی که این نوشته است که مسئولیت خلیفه تا این حد است که بیعت بگیرد و حاکم اصلی انجمن است، او باید توبه کند. خدا به من خبر داد که اگر کسی از جماعت تو را ول کرده مرتد می شود، من در عوض وی یک جماعت تحویل تو خواهم داد. سپس فرمود گفته می شود که وظیفه خلیفه تنها اقامه نماز خواندن، خطبه، نکاح یا گرفتن بیعت است. این کار حتی یک اخوند می تواند انجام بدهد. برای انجام این کار چه نیازی به خلیفه است؟ فرمود برای انجام این کار به خلیفه نیاز نداریم و من بر چنین بیعت حتی توف هم نمی اندازم، یعنی این نوع بیعت را نمی گیرم. بیعت عقدی است که در آن پیروی کامل لازم است و حتی نباید از تنها فرمان خلیفه سرپیشی کرد. پس این سخنانی نه تنها نقشه منافقین را خونسا کرد، بلکه دهان مخالفین را نیز بست و شخصی را که راجع به او فکر می کردند پیر و ناتوان است. و وقتی به تایید خدا صحبت کرد، چنان صحبت کرد که همه مثل کف نشستند. لاف زنندگان شروع به پوشاندن صورتشان را کردند. مخلصین جماعت با اسم نو عهد بیعت کردند. سپس جهان دید که چطور جماعت پیشرفت کرده. بعد از این وقتی در سال 1914 حضرت خلیفه اول مسیح درگذشت، کیفیت لرزه جماعت را در بر گرفت. آنگاه سران انجمن مصمم گشتند که دیگران آن را بر این امر متقاعد کنند که انجمن جانشین حضرت مسیح موعود علیه السلام است. آنهایی که به سبب حضرت خلیفه اول مسیح دهان خود را بسته بودند، بار دیگر فعال شدند. همین طور منافقین نیز سعی کردند که تمرد بکنند، اما خداوند متعال بر وفق قولهایی که به حضرت مسیح موعود علیه السلام داده بود به کمک رسید و مراقب منصب خلافت شد. مدیران انجمن می ترسیدند که جماعت حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد را به عنوان جانشین بعدی منتخب خواهد کرد. بدین دلیل بسیار سعی کردند که خلیفه منتخب نشود، هر جوری که باشد این امر متوقف کردند، خواه برای مدتی هم که باشد. حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد واضح و سری گفتند به هر حال خلیفه باید منتخب بشود، ولی این امر را نیز میخواهم آشکار بکنم که به خلیفه شدن علاقه ندارم. هر کسی را بخواهید به عنوان خلیفه منتخب بکنید، من و اعضای خانواده من با صدق دل بر دست وی بیعت خواهم کرد. اما اینها که خودشان را عقل کل گمان میکردند و میترسیدند که بالاخره فیصله رأی گیری به نفع وی، یعنی حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد خواهد بود، با قدرت را میخواستند موافقت نکردند. وقتی حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد دوم مسیح موعود گفت حاضرم هر کسی که بر مسند خلافت برمیگمارید به دست وی بیعت بکنم، اما باید یکی به عنوان خلیفه باشد، اما آنها موافقت نکردند. به هر حال بعد از این طبق وصیت حضرت مسیح موعود علیه السلام، جماعت مؤمنین در مسجد نور گرد آمد و این جماعت تقریبا مشتمل بر 2000 نفر یا بیش از این بود. کم و بیش تمامشان حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد را به عنوان خلیفه منتخب کردند و مردم روی سر هم دیگر جهیده برای بیعت جلو می رفتند. بینندگان می نویسند که این طور به نظر می آمد فرشته ها مردم را گرفته در بیعت این انتخاب خداوند متعال در می آورند. پایان کار بعد از دیدار تمام ماجرا، برخی از مدیران انجمن تمام درهای انجمن را گرفته و از آنجا ناپدید گشتند. اما دنیا دید چطور توسط خلافت احمدیه خداوند متعال جماعت را محکم و استوار کرد. دوران 52 ساله خلافت حضرت مسلم عود
خلیفه دوم مسیح موعود بر این امر شاهد است که آن نوجوان که خداوند متعال امر خلافت به دستش سپارد با چه سرعت منازل ترقی را پیشرفت را با جماعت تعیین نمود. کسانی که درای انجمن را خالی کرده بودند و رفته بودند و ادعا می کردند که اکنون در قادیان دولت مسیحیان خواهد بود و الان نسل هایشان می بینند تعییدات و نصرت خداوند متعال شامل حال خلافت احمدیه است و ما را نشان می دهند که مسیحیان زیر لوای مسیح محمدی گرد می آیند. ما همین را می بینیم. حضرت مسلم عود رضی الله عنه در کشورهای متعدد مراکز را تأسیس نمود. در آفریقه مبلغین مسیحی جرأت نداشتند که در مقابل مبلغین احمدی بیستند. بالاخره اعتراف کردند که در گسترش دین مسیحیت احمدیت صد بزرگ است و این امر در گزارش هایشان مذکور است. پس ما الان میبینیم که خواه برنامه ریزی برای حمله به قادیان باشد یا میدان تبلیغ باشد یا موقع هجرت باشد، بر هر موقع این خلیفه اولوالعزم کشتی جماعت را به یاری و یاوری خداوند متعال به منازل موفقیت رساند و محفوظ نگه داشت. پایان کار وقتی مطابق به تقدیر الهی او در ماه نوامبر در سال 1965 میلادی درگذشت، بر وفق قولهای خود خداوند متعال سومین مظهر قدرت ثانیه برانگیخت. سپس خداوند متعال خوف جماعت را به امن مبدل کرده و به دست حضرت میرزا ناصر احمد خلیفه سوم مسیح موعود جمع کرد و بار دیگر جماعت تعیین نمودن منازل ترقی و پیشرفت را شروع کرد. در آفریقا دوره جدید ده بنای مدرسه ها و بیمارستان ها شروع گشت. یک دوره نوین معرفی جماعت در آفریقا شروع شد. آوازه احمدیت در آفریقا شروع به پیچید. حضرت خلیفه سوم مسیح موعود برای اولین بازدید به برخی از کشورهای آفریقا رفت که تبعات فوق العاده آن به نظر می‌خورند. اثرات فوق العاده آن به نظر می‌خورند. این اولین بازدید خلیفه به کشورهای آفریقا بود و وقتی در سال 1974 حضرت خلیفه مسیح موعود آنجا رفت، دولت وقت پاکستان علیه احمدی ها نهضت را شروع کرده بر ضد احمدی ها قانون را به تصویب رساند که بر وفق آن احمدی ها رسما به عنوان نامسلم شناخته خواهند شد. پشت سپر خلافت جماعت از این هجوم ترسناک با موفقیت بیرون آمد و تلاش های دشمن برای مسدود کردن پیشرفت جماعت خونسا شدند. دشمن که داشت سخن کشکل دادن به دست جماعت را میزد، آرزوی وی به خاک یکسان شد و خداوند متعال راه های جدید اقتصاد را باز کرد. از لحاظ اقتصادی افراد جماعت مفلوج کرده شدند یا سعی کردند که توهی دست بکنند، اما خداوند به آنها گشایش اقتصادی عطا کرد و راه‌ها را باز کرد تا خارج بروند. پس کسانی که بعد از سال 1974 به خارج رفتند و عازم آلمان و کشورهای دیگر شدند، گشایش اقتصادی را یافتند. آنان باید این حرف‌ها به نسل‌های خود و اولاد خود در میان بگذارند که چطور دشمن سعی کرد و چطور خدا زیر سایه خلافت راه‌های جدید را برایشان باز کرد و نسبت به قبل هزار چند بیش وسعت عطا فرمود.
سپس در ماه جوین سال 1982 میلادی وقتی حضرت خلیفه سوم مسیح موعود چشم از جهان فروباست، باری دیگر خداوند متعال طبق وعده خود توسط حضرت مرزا طاهر احمد خلیفه چهارم مسیح بی موت ترس جماعت را به راحت و سودگی مبدل گرداند. آن زمان دشمن از دیدار پیشرفت جماعت مبهوت شده بود. او مجددن برای حمله برنامه ریزی کرد و سعی کرد که خلافت احمدیه را مانند عضو معطل گرداند. اینجا دشمن به گمان خود سعی سربریدن را کرد، اما این احمقها و کورعقلان چی می دانند که خداوند متعال چه نقشه‌ای کشیده است؟ خداوند متعال با کمک و یاری فوق العاده اسباب مهاجرت حضرت خلیفه چهارم مسیح موعود علیه السلام را مهیا ساخت که دشمن چاره جز نگاه کردن نداشت. سپس بعد از هجرت در دوران خلافت رابع چهارم دوره جدید پیشرفت ترقی و پیشرفت جماعت شروع شد و به وسیله ماهواره پیام خلیفه وقت و پیام احمدیت و اسلام حقیقی همراه با خانه های احمدی ها به خانه های دیگران و در کشور شروع برسید و راه های جدید برای تبلیغ باز شدند. در چندین کشور مراکز جماعت تأسیس شدن و تعلیم حقیقی اسلام شروع به گسترش کرد. چاپ قرآن کریم از قبل افزونی پیدا کرد و تراجم قرآن در زبانهای مختلف شروع شدند. سپس مطابق به تقدیر الهی در ماه آوریل سال 2030 میلادی وقتی حضرت خلیفه چهارم مسیح موعود فوت کرد، درگذشت. این رخداد نیز برای جماعت لرزه بزرگ بود و در گمان دشمن فرصت خوبی از بین بردن جماعت بود، اما طبق قولی که خداوند متعال به حضرت مسیح موعود داده بود او بار دیگر مراقب جماعت شد و چنان مراقبت کرد که خوندهای مخالف نیز به صدا در می آمدند که باور نداریم که صادق هستید، اما شهادت فعلی خداوند متعال به شماست، داریم مشاهده میکنیم. آنها باور دارند که شهادت فعلی خداوند متعال به ماست، با وجود این آماده نیستند که بپذیرند. خداوند متعال دعاهای مؤمنان را گوش کرد و حالت و وضعیت خوف و ترس را به امنیت تغییر کرد و در تاریخ اسلام توسط حضرت مسیح موعود علیه السلام دوره خلافت پنجم شروع شد. اگر در دوره اولی اسلام خلافت راشده به چهار خلیفه محدود بود، در اصل طبق پیشبینی حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بود. بلان اگر دوره خلافت پنجم از دوره حضرت مسیح موعود علیه السلام شروع شد، این هم طبق پیشبینی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم است. آنگونه که بعد از بعثت حضرت مسیح موعود علیه السلام در تاریخ اسلام درهای زیادی باز شدند، خلافت پنجم هم شاخه همین است. دشمن گمان می کرد که الان رهبری جماعت در چنان دست های قوی نیست، ولی نمی دانند که در اصل دست حقیقی دست خداست که اگر او به کسی تایید بکند یا همراهش باشد وی را قوی و محکم می کند. امروز نگاه حسادت دشمن پیشرفت های جماعت را نسبت به قبل بیشتر مشاهده می کند و معرفی جماعت و گسترش این در دنیا در این دوره ممکن شد، این امر غیر عادی است و در هر جامعه و هر جا فوق العاده است. بنده یک آدم معمولی ام، این پیشرفت به سبب ویژگی ام امکان پذیر نشد. در مردم های برگزیده و منتخب دولت های دنیا و پارلمان معرفی جماعت جاری است. این فقط به خاطر لطف های خداوند و وعده هایش با حضرت مسیح موعود علیه السلام عملی می شود.
مطیب کے پیش بینی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محقق می شود و هر روز نظاره های الطاف خداوند متعال می بینیم. چاپ قرآن و کتاب های حضرت مسیح موعود علیہ السلام در زبان های مختلف گسترش یافته و وسعت پیدا کرده است و از توسط شبکه MTA در تمام کشورهای دنیا پیغام حقیقی اسلام را می رسد. قبلا در یک زبان بود و یک شبکه بود، الان 8 شبکه MTA در حال روی آنتنند. در کشورهای مختلف جهان استودی MTA فعالند و از آنجا برنامه های MTA جاری اند. الان یک جای استودیو نیست، بلکه هر جا و جاهای مختلف ساخته شده اند. هر جا نیست، ولی جاهای مختلف در آفریقا، شمال آمریکا و اروپا، اگر ما به وسایل و دارای خود نگاه بکنیم، این امکان پذیر نیست و از توسط شبکه های اجتماعی هم پیغام حقیقی اسلام میرسد. دولت های پاکستان به روش های مختلف شبکه اجتماعی ممنوع کرده اند. ما خداوند متعال در کشورهای مختلف جهان راه های بزرگ باز کرده. آنگاه خداوند متعال یک روش جدید برای ارتباط با خلافت ایجاد کرد که در نتیجه وبای کرونا به وجود آمد، که آنلاین ملاقات و ملاقات مجازی منعقد می شوند. با این وسیله مستقیم با جماعت ارتباط برقرار می شود. مردم مستقیم از خلیفه زمان مشورت می طلبند. من از اینجا لندن، گاهی با آفریقا، گاهی با اندونزی، گاهی با استرالیا و گاهی با آمریکا ملاقات می کنم. این همه نظاره های تأیید خداوند متعالند. پس ما نباید فراموش بکنیم که خداوند نظاره های فصل خیش نشان می دهد و آن نعمت خلافت که به ما اعطا کرده است، ما باید همیشه حقش ادا بکنیم تا قیامت بتوانیم طبق پیشبینی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم از این نعمت بهره ببریم. خداوند متعال با حضرت مسیح موعود علیه السلام وعده های پیشرفت کرده بود و با خدا برخلاف قولش عمل نمی کند، ولی ما اگر می خواهیم از خلافت منفعت و سود ببریم، باید نقش خود را ایفا کنیم. ما باید بنده شاکر خداوند متعال باشیم و روبرویش سجده کنیم. ابراز نعمت خلافت باید از هر حرف و عمل ما آشکار باشد و آن پیمان اطاعت که با خلافت بستیم برای ایفای آن هر لحظه به آخر نفس به هر قربانی آماده باشیم. در نتیجه می توانیم نسلهای خود را تا قیامت مطیع خلافت بسازیم و حقش را ادا کنیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام به ما اطمینان بخشیدند که ما وارث نعمتهای خداوند متعال می شویم. کسانی که برای ایمان برای هر قوانی آماده خواهند بود، چنانچه می فرمایند: مبادا فکر کنید که خدا شما را به هدر می دهد. شما بذری هستید که به دست خدا در زمین کاشته شده است. خداوند متعال می فرماید که این بذر می روید و نشونما می یابد و شاخه هایش به هر سو گسترش می یابند و تبدیل به درختی تناور خواهد شد. پس سعادتمند است که آن که به سخن خدا ایمان آورد و از آزمایش های پیش رو نترسد، چون که پیش آمدن امتحان ها و ابتلاها نیز لازم است تا خدا شما را بیازماید که چه کسی در ادعای بیعت خویش صادق است و چه کسی کاذب. آن که با امتحان به لغزت هیچ ضرری به خدا نخواهد رساند و بدبختیش ویرهم به جهنم می رساند. اگر آن شخص به دنیا نیامده بود برایش بهتر می بود، اما همه آن کسانی که تا لحظه آخر صبر کنند، با وجود که این که بر آنها زلازل بلاها و سختی ها وارد شود و طوفان های حوادث رخ دهند و ملت ها آنها را مسخره و ریشخن کنند و دنیا با کراهت شدیدی بر با آنها برخورد کند، اینان سرانجام پیروز می شوند و درهای برکات برایشان گشوده می شوند. خدا
وند خدا به من فرمود که به جماعت خود اطلاع بدم که آنان که ایمان آوردند ایمانی که در آن هیچ آمیزش دنیاوی نیست و آلوده به نفاق و بدلی نیست و از هیچ درجه از اطاعت مرحوم نیست، اینچنین آدم ها مورد پسند خداوند می باشند و خداوند می فرماید اینان همان های هستند که نزد او جایگاه والایی دارند. سپس می فرمایند کلام خدا به من خبر می دهد که حوادث زیادی روی می دهند و آفت های متعددی بر زمین نازل می شوند. بعضی از اینها در زندگی من ظهور می کنند و بعضی بعد در گذشت من، و او این جماعت را به طور کامل توسعه خواهد داد، قدری توسط من و قدری بعد از من. پس انشاءالله جماعت پیشرفت ها می کند. خداوند متعال همیشه به ما استقامت عطا کنند. خدا گند که نظاره های سلسله با چشم خود ببینیم. خداوند متعال ما را توفیق بدهد که عهد و پیمان خود را افا بکنیم، دا نظاره های عهد خداوند متعال در زندگی خود ببینیم. عبادت های ما، نماز های ما، کارهای ما برای رضایت خداوند متعال باشند. ما خلافت خدا، ما خلافت را درست درک کنیم و مورد و در مورد این به نسل‌های خیش آگاه بسازیم تا قیامت نسل‌های ما از این نعمت فیض کسب کنند. دعاها در دعاهای امروز هم در مورد دعاها میخواهم بگویم که احمدی‌های پاکستان را به خاطر داشته باشید. احمدی های مظلوم هر جای در دنیا در دعاهای خود یاد بیاورید. مسلمانان مظلوم هر جای در دنیا، فلسطین یا هر جای، در دعاهای خود را در نظر داشته باشید. خداوند متعال مشکل های همه را رفع نماید و گشایش و آسودگی ببخشد و به همه توفیق بدهد که با آنها که احمدی هستند مخلصانه بر تعالیم حضرت مسیح موعود علیه السلام عمل کنند و احمدی های حقیقی شوند. مسلمانان که تلان حضرت مسیح موعود علیه السلام را نمی شناسند، خداوند به آنها توفیق شناخت و درک بدهد، توفیق بعید بدهد و به زودی در تمام دنیا لوای موج اسلام و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ببینیم و در تمام دنیا توحید خدا را ببینیم. الحمدللہ نحمدو و نستعینو و نستغفرو و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.